فیلم شادروان رو اگر بخوایم در مورد صحبت بکنیم، به نظرم میاد که اون رو باید تجربه ای در ادامه تجربه فیلم آپاندیس در کارنامه حسین نمازی بدونیم. حسین نمازی شخصا روحیه سرخوش داره و این سرخوشی و لحن شاد رو سعی میکنه که در روایتهاش وارد کنه، منتها دست روی سوژه های تلخی میذاره و شادروان هم از این قاعده مستثنا نیست. شادروان ایده یک خطی خیلی تراژیکی داره، موقعیت تلخ یک خانواده فقیر در مقطع فوت پدر خانواده داره تصویر میشه در این فیلم، منتها تلاش بسیاری انجام داده حسین نمازی که این تلخی به لحن فیلم سرایت نکنه. فیلم کاملا برای مخاطب عام سرگرم کننده است و کاملا مشهوده که فیلم با قواعد گیشه ساخته شده. نیم نگاهی به فروش داشته حسین نمازی برخلاف تجربه اولش آپاندیس که بیشتر حضور جشنواره ای داشت و به نظر میرسه که دورخیزی انجام داده تا بتونه خودش رو وارد چرخه اصلی اکران سینما ایران هم بکنه حسین نمازی، و با توجه به سر و شکلی که الان فیلم شادروان داره دور از انتظار نیست که این اتفاق هم بیفته. فیلم شادروان به حد زیادی بارش روی دوش بازیگران هم هست، ترکیب بازیگران فیلم تلاش کردن که موقعیت‌های خاص کاراکترهای مختلف رو برای خودشون به بهترین شکل طراحی بکنن و ایفای نقششون در کنار همدیگه مکمل کار باشه. در مجموع فیلم قابل قبولیه که فکر میکنم با توجه به هدف گذاری که گفتم برای گیشه بوده، در رسیدن به هدفش هم فیلم ناکامی نخواهد بود. به عنوان سه نکته به نظرم میاد که من دو نکته میتونم انتخاب بکنم در فیلم شادروان. یکی تصویر مثبتی که از خانواده در این فیلم هست که با توجه به فضای سینما ایران امتیاز قابل توجهی برای فیلمه، و دیگری هم به لحاظ فنی تصویربرداری مسعود سلامی فضای بصری تر و تمیز و جذابی رو برای فیلم خلق کرده که جز ارزش‌های فیلم محسوب میشه.